به نام خدا با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما دوستان عزیز. خب هر بازی که در پیش داریم و هر بازی که به جلوتر میریم قطعا حساسیت بازی ها هم بیشتر میشه. با توجه به شرایطی که تو جدول داریم، با توجه به این که بالاخره برای قهرمانی باید مدعی اصلی باشیم، بازی فردا قطعا برامون خیلی مهم و حیاتی و حساسه و خب مقابل یه تیم با انگیزه جوان و فکر میکنم یکی از تیمایی که از لحاظ تاکتیکی یه تیم منسجمیه و برنامه های تاکتیکی خاص خودشونو دارن و شرایطی که الان داریم باید طوری فراهم کنیم برای خودمون که بتونیم این سه امتیاز رو به دست بیاریم. خیلی مهمه این سه امتیاز برامون و براش فردا باید خیلی با تمرکز باشیم، خیلی باید جسورانه و با جنگندگی زیاد بتونیم این سه امتیاز رو کسب کنیم. امیدوارم که در صورت شرایط طوری فراهم بشه که بتونیم بازی خودمون رو ارائه بدیم، هرچند که فکر میکنم زمین مسابقه اون شرایط ایدئال و خوب و حالا نمیگم ایدئال خوب و نداره، یه مقدار فوتبال بازی کردن تو این زمین برای هر دو تا تیم سخته، ولی باید بتونیم از موقعیتامون خوب استفاده کنیم و باید فرصت طلب باشیم تو این بازی. ما بازی قبلا موقعیت های خیلی زیادی داشتیم ولی قدر ندونستیم و دو امتیاز حساس رو از دست دادیم. البته خب اشتباهات داوری هم خیلی تاثیرگذار بود متاسفانه و این اشتباهات خیلی داره سریالی میشه برای تیم پرسپولیس و جای واقعا نگرانی داره و بالاخره تحمل و طاقت ما هم حدی داره. امیدوارم که این اشتباهات سریالی دیگه یه جایی تموم بشه و متاسفانه بدتر از خود اشتباه اینه که آقای سخندان میاد راجع به این صحنه توضیح میده و میگه که این صحنه درست بود. حالا بگیم بازیکن حریف، حالا چیزی که من خوندم میگفت جوگیر شده ولی دوربینا و تصاوی که جوگیر نشدن و همه چیز رو نشون داد خیلی واضح و متاسفانه این اتفاقات فقط داره برای تیم ما میفته، این اشتباهات برای تیم‌های دیگه هم هست ولی این تعدادش واقعا زیاد شده برای پرسپولیس و جای خیلی نگرانی داره. امیدوارم که بالاخره این مسائل برطرف بشه، یه جایی اشتباهات باید تمام بشه و نباید نگرانی داشته باشیم و ذهنمون درگیر بخواد داوری بشه. هیچ تیمی نباید این نگرانی رو داشته باشه. از داورها میخوایم تمرکز بیشتری توی کارشون داشته باشن و میدونیم که مشکلات زیادی دارن ولی خب با تمرکز بیشتر میتونن به نظرم قضاوت بهتری داشته باشن. اونا من خسارتیت میگم بازی فردا وقت شما و آقای مشتبه حسینی حالا سالها با هم همکار بودید، حالا فکر کنید که این موضوع چقدر تحصیل گذار باشه توی بازی فردا که شما و ایشون قطعا از تفکرات هم شناخت دارید. خب آقا مشتبه یکی از مربی های خوب زحمتکش فوتبال ایران، هممون میدونیم که چقدر وقت میذاره، چقدر به کارش علاقه منده و یه فوتبالی رو دوست داره بازی کنه که بر اساس تاکتیک باشه و انصافا هم امسال تیم خوبی رو جمع جور کرده و در صورت فکر میکنم که بازی فردا بازی خوبی از آب در بیاد و دوتا تیم دنبال فوتبال بازی کردن، این فکر میکنم به جذابیت بازی فردا بیشتر اضافه میکنه. آقای گل محمدی، همه کارشناسا به اذعان داره که در فصول گذشته یکی از دلایل موفقیت باشگاه پرسپولیس
خط دفاعی مستحکمش بوده. با تغییراتی که انجام شده و جابجایی‌هایی که صورت گرفته، خیلی از پیشکسوت‌های پرسپولیس اذعان دارن خط دفاعی پرسپولیس مثل سال قبل کیفیتش نداره. بعد آمارم نشون میده که تو 9 بازی گذشته 7 گل دریافت کرده. چه راهکاری کادر فنی برای ادامه فصل برای این کار خواهد داشت؟ تمام صحبت‌هایی که کارشناسا و پیشکسوت‌ها عزیز کردن قطعا درسته. در صورت تیمی که میخواد قهرمان بشه نباید خیلی راحت گل دریافت کنه، ولی متاسفانه باید بگم که بخشی از این گلایی که خوردیم روی عدم تمرکز بوده یا اشتباهات داوری بوده، ولی بالاخره واقعا مشکلات زیادی رو ما از شروع فصل داشتیم، تغییر و تحولات داشتیم و این تغییر و تحولات بالاخره احتیاج به زمان داره، احتیاج به بازی‌های بیشتری داره برای اینکه تیم هماهنگ‌تر بشه. باید نباید خیلی راحت گل دریافت کنیم و فکر می‌کنم که تعداد زیادی از این گل‌ها رو هم تو ضربات ایستگاهی خوردیم خصوصا، و خب باید مسئولیت پذیری خودمون رو نسبت به این صحنه‌ها، به این مسائل بیشتر کنیم، مسئولیت پذیری دفاعیمون رو، و قطعا بخش زیادی از این ایرادها برمیگرده به خودمون. باید یه مقدار نسبت به این مسائل تمرکز بیشتری داشته باشیم تو بحث‌های دفاعی. اجازه بدیم که مسئولانی که تصمیم گیرنده هستن در مورد این مسائل اونا تصمیم بگیرن. ما تمرکزمون بیشتر باید روی کار خودمون باشه. همونطور که گفتین نیمه اول رو باید خیلی قوی تر باشیم، با تمرکز بیشتری، و این حس رو نداشته باشیم که نیمه دوم فرصت زیاده جبران میکن. ما باید بتونیم نیمه اول هم گل بزنیم هم گل نخوریم و با پیروزی به رخیم بریم. مسائل برمیگرده به، میگم بخش زیادی از این مشکلات به خودمون برمیگرده. باید خودمون رو قوی تر کنیم و تیم مثل یه ساعته، همه باید کار خودشون رو انجام بدن، همه چیز باید سر جای خودش باشه. خب توی همچین مجموعه اگه یکی دو نفر تمرکز خوبی هم نداشته باشن قطعا به همه تیم ضربه خواهد زد، و اتفاقی که هفته گذشته افتاد و البته تذکراتی که داده شد امیدوارم که خیلی زود برطرف بشه. حالا انشالله باید سعی کنیم که با تمرکز بیشتر و تمرینات بیشتر این مسائل رو برطرف کنیم. خب محمدی، در روزه اخیر مسئوله باشگاه شما برای بازگشت آقای رادوشویچ به سری صحبت هایی کردن با خودشون. شما راجع بازی لطفا در مورد بازی فرداتون جلوی پیکان تیمی که هفته گذشته 3 گل از استقلال خورد، اشاره شما به اون نتیجه که قطعا نگاه نمی کن. بس رادو رو من حالا یه بار ببخشید آره توضیح بدم که بحث رادو خیلی مشخصه که فقط به خاطر مشکلات مالی از تیم ما جدا شد و میشد این اتفاق نیفته. بالاخره باید نسبت به این مسئله و مسائلی که این چنینی پیش میاد، ما فقط بحث رادو نبود، از پارسال تا امسال شاید 8 تا بازیکنامون از تیم جدا شدن فقط به خاطر اینکه مشکلات و مسائل مالی گریبانگیر این تیم شده بود، و تیمی که فینال آسیا رفته 5 دوره قهرمان شده نباید این اتفاق براش بیفته. تیمی که میخواد قهرمان آسیا بشه باید قوی تر بشه، نه اینکه بخواد با این مشکلات مالی همش بخواد دست و پنجه نرم کنه با این پتانسیلی که این تیم داره برای درآمدزایی و با این قهرمانی متعددی که گرفته. این شرط اصلا نباید اتفاق بیفته، ولی خب در صورت توی فوتبال ایران همیشه این مسائل ممکنه وجود داشته و ممکنه وجودم
بخواد تو آینده هم اتفاق بیفته. اون صحبتی هم که کردین بحث پیکان که هفته گذشته 3 تا گل خورده، من بازیشون رو دیدم، 2 تا از این گل‌ها رو تو ضربات ایستگاهی خوردن و در مجموع تیم پیکان بد بازی نکرد. تو اون بازی حالا درست نتیجه خوبی نگیره، ولی این کار ما رو سخت‌تر میکنه. بالاخره اونا برای جبران بیشتر تلاش میکنن و کار رو برای ما سخت‌تر میکنن. ما هم باید نسبت به بازی‌های گذشتمون هم بیشتر بدویم، بجنگیم و بتونیم از فرصت‌هامون خوب استفاده کنیم. یه سوال من فقط در مورد قضاوت آقای مهدوی یا با توجه اتفاقاتی که واژه اول رخ داد، انتخاب آقای مهدوی چجوری بود؟ من صحبت کردم راجع به حالا بحث داوری. چیزی که ما از داورا می‌خوایم عدالت، چیزی که می‌خوایم تمرکز زیاد تو داشتن تو زمین و تو تصمیم‌گیری‌هاشون. براش آرزوی موفقیت دارم و انشالله قضاوت خوبی باشه. نمیگم قضاوتی باشه که به نفع ما باشه، میگیم قضاوتی باشه که عادلانه و دو تا تیم راضی باشن از نحوه قضاوت. این خواسته همه تیم هاست، همه ماست. سلام علیکم. نبود مهدی ترابی برای بازی فردا میتونه مشکل ساز باشه برای کادر فنی؟ خب ببین، مهدی خب یه بازیکن واقعا تاثیرگذاره تو تیم ما و بالاخره نبودش به تیم ما ضربه خواهد زد، و ولی بازیکنایی داریم که جایگزین کنیم، بازیکنایی داریم که انگیزه فراوانی دارن برای اینکه بتونن جای خالی مهدی رو پر کنن. احسان بلوان نمیرسه، تازه شروع کرده، یکی دو روز تمریناتش رو شروع کرده، ولی خیلی بعید میدونم. میگم من در سمت پنجره هم که صدری گفتم باز میشه، والا نمیدونم، زیاد اطلاعات دقیق ندارم، ولی تا کارت این بچه‌هایی که گرفتیم صادر نشه من زیاد نمیتونم راجع به مسائل صحبت کنم. ولی صحبتی که خود ایشون انجام دادن، ظاهرا تا جمعه پنجره نقل و انتقال تیممون باز میشه. حالا امیدوارم که این اتفاق بیفته. واقعا شرایطی که برای باشگاه وجود داره شرط حساسیه و باز شدن این پنجره فکر میکنم میتونه کمک خوبی به تیم ما باشه. آقای گورنایی توی تجمعی که منو جوری وزارت ورزش برگزار شده، هواداری پرسپولیس حضور دارن، این چند تا پیشکسوتاتون هم اومدن از شما حمایت کردن، این صحبت شما اصلا کلا در این رابطه ندارین؟ چی میگیم آخه؟ ببینید هوادارا همه میدونن که چقدر به این تیم علاقمندن و تمام زندگیشونه. بعضی از هوادارا واقعا عاشقانه این تیمو دوست دارن و بالاخره نگرانی‌های خاص خودشونو دارن، یه سری نگرانی‌هایی دارن که متاسفانه مختص پرسپولیس این اتفاقات، و امیدوارم که در صورت خواستشون برآورده بشه. خواست زیادی هم ندارن، فقط همه ما دوست داریم که به طور مساوی با تمام تیم‌ها برخورد بشه و این عدالت تو فوتبال رعایت بشه. این خواسته همه هواداراست و همه ماست.